جعبه ابزار تو چی کار دارم؟ من کار داشته بودمش همین اردلا تو برش نداشتی؟ اما اسم من جعبه ابزار خودم کامله، چی کار جعبه ابزار تو دارم؟ اون آبا با همون جاست که به چکی نبه هم خور بزنی تو دقت کن جلو چشت بود. نه خیلی من گذاشته بودمش این برد من که جا به جاش کرد. آخه این آپارتمان کوفتی من کجاست؟ ببخشید آقای اسی، اونی که زیر پاتونه اون نیست؟ زرده، بله، بله. این آچارالنه؟ یا چکوکه؟ ببخشید من زیاد فنی نیستم، فکر کردم آچار آلنه. با فنی نیستی هیدم چرا حرف فنی میزنی؟ میدین آچار آلنه؟ بله، حق با شماست. اتفاقا همینجاست که جناب شاعر میفرماید معلم جماعت که انتظار بیشرزی نمیشه داشت. داشه گلم، شما هم کتابه درست زیو کن. آخه آچار آلن که خودش از تو جعبه ابزار نمیاد بیرون، حتما یکی برش داشته. جاوید رو ببره که چند روزی رفته اصلا پیداش نیست. ولی ما بچه بزرگ کردیم اصلا دستمون بشه. سلام ناصر خوب. سلام. سلام آقا ناس، میبینم که ماشالله سرپای هم. بله ممنونم. چیزی هم یادت اومد؟ نه متاسفانه هیچ. و بهتر اون زندگی نکبت یادت نیاد بهتره. میگم این آچار آلنم من دارم از چی میپرسم؟ آقای سی بفهمه. آچار آلنه من پیش شما چی کار میکنه؟ خیلی ممنون. مغز میخوره میزنه بابا. این که جا نمیره. پاشو. خودم بلد بودم آم. و این کار از کجا بلدم؟ شغلتی؟ شغلم؟ آره. آقا نسته پاشو این سر و صورت رو یه صفایی بده، میخوام ببرمت بیرون. Yeah.
سلام آقا ناصر، حالتون بهتره؟ بیره یاد شد 24 ساعت الله داب داوود هم اینه دیگه. دیگم جون تو نباشه جون داوود. من تو سن دو سال اینا که بودم 17-18 تا آدم و تو چیز خانواده. به جون مادرم قول میدم دیگه دور برا نپلکیم. طلبتونم قول میدم بیارم خدمتتون. گفتن ناخوشی؟ من گفتم مزاحمتون نباشه. طلب ها؟ آره طلبتون. اگه تا فردا بهم فرصت بدید قول شرف میدم بیارم خدمتتون. با حالا یه روزش میگم که این رفتار مردم یه خورده با ما عجیب نیست؟ با ما نه، با تو. چرا؟ خب میترسن ازت. از من؟ آره ازت میترسن. میگم حالا بیا بریم در دکه سهراب، یه چیزی من میخوام بگیرم. بیا سلام سهراب جون. سلام سهراب. سلام بابا. آقا ناصر خوش آمدین. میبینم که سر حال سلامتی، خدا رو شکر. خیلی ممنون. جونم در خدمتم، چی بدم؟ یه پاکت از اون تخمه های آفتابی گردون. چشم مکرد هم هستم. یه بسته تخمه، اینم یه سیگار. آقا ناصر عزیزم ببر جونم. سیگار نخواستم. مهمون منی، قابلی نداره. نه من اصلا سیگار نمیکشم. ترک کردی یه سیگار عوض کردی، میخوای یه سیگار دیگه بدم؟ هرچی بخوای در خدمتتونم. میگم من سیگار نمیکشم. بابا بریم ولش کن. آقای سی... من خیلی آدم بدی بودم. چطور؟ هیچی آخه، همه دارن از من میترسن. میگم من چیکار کردم؟ و چرا باید از یه مکانیک بترسم؟ مکانیک؟ کی گفته که تو مکانیکی؟ بچه ها بیا بینم بیه ماشین حالش بدیم بده جلو به جمع باز دستی رو بخوام برو جلو حالش بده ببرشون جلو ببرش جلو تو رو دستی رو بخوام لختش کن اینجا محل کارت آشناس برات نه؟ من اینجا کار میکنم. آره دیگه اینجا که تعمیرگاه نیست. هست؟ نه قبرستونه. شما اینجا ماشین رو اوراق میکنی. اوسارف اوسارف به به سلام علیکم آقا اسی. اینم اوسارف. احوال شما چطوره؟ حالت خوبه؟ نگاه کن خدشو تکون نخور. سلام آقا ناصر مخلصه. کجایی بی خبر میذاری میری؟ دل نگران شدی؟ کجا بودی شما؟ من یه هفته بیهوش بودم. یه هفته بیهوش بودی؟ بیه ما بیهوش باش. اینجا کارنای خودته. هر موقع اومدی قدم جو تخم چشم گرگونه برم. حالا باز خوبه داوودی اینجا بود تو دستنها نبودی. داوود؟ آره مرده شو قیافش ببره. معلوم نیست کدوم گوریه این پسر. ببخشید آقا اسیا. مگه تو قبرستون نبود؟ بابا من فکر میکردم این چند روز که خونه نیست اینجاست. اینجا مگر بیاد حواسش همه جا هست جز سر کارش. من نمیدونم این بچه چرا اینطوری شده. ببین هر چی هم بهش میگم آن تو مغزش نمیره. ما رو هم کلافه کرد. درد بالای ناصر بخوره دوست داره صد تا مثل دو. ببخشید آقا اسیا. ناصر جون باز چی اومدی سری کن؟ برو استراحت کن. هر موقع حالت خوب شد بیا تو کارگاه قدم دو چش. ببخشید آقا اسیا. نه حالا یه دیگه من میرم. آره میگم یه مشکلی داره ناصر. چه مشکلی؟ ای بابا میگم بعد از اینکه به هوش اومد آب روغن قاطی کرد. اصلا همه چیز از یادش رفت. بگو تو. تو ببین. همه چیز از یادش رفت. آره ناصر جون همه چی رو فراموش کرد.
بله. هیچی یادت نیست؟ هیچ. حتی گذشته؟ بله. گذشته مهم نیست. مهم این که الان سرپایی و آینده رو میسازی. نگران باش. خب من کار دارم میرم. من به فریبا میگم یه آشی شله چیزی بار بذاره که چیز برام که اسی آرام فراموش نکن. نه آدرس خونه رو بهش بگو. خیلی خوب نگران نباش. خب ناصر جون لباس کارات گردش رفتی میری میپوشی این 206 که میونجا ببینی پیادهش میکنی مشتریش منتظر پشت در بازه مثلا. بله. دبه جم ناصر جون دوستا ببخشید این ماشین که نوعه. خب نوعه دیگه. خب اینه همینجورش بفروشید بیشتر گیرتون میاد تا اوراقش. روز که جدی جدی هوش حواس رو در دست بدی ها دوزی دوستی. بس اینجا چی کار میکنه؟ به پلیس اطلاع دادین؟ شما یعنی من؟ بله شما. ببخشید خوبیم؟ بابا داوودم اشکال نداره خیلی نگرانت شده بودم همش میگفتم آقا ناصر اگه یه وقت جاش پانشه چی؟ الان خوبیم؟ بله بهترم بچه ها زنگ زدن گفتن اومدی قبرستون کلی حال کردم خیلی خوشحال شدم اوضاع کلت چطور آقا ناصر؟ خوبه بهتره خب خیلی خوبه که خوبه ببینم به بابا و فریبا که چیزی نگفتی ها؟ آخه من بهشون نگفتم ما با هم بودیم گفتم تو رو اتفاقی تو خیابون پیدا کردن میفهمیدن خیلی تابلو میشو ها چیزی که نگفتی؟ ها؟ نکنه گفتی؟ نه من به هیچ کسی چی نگفتم دمت گم ولی جون تو شانس رو وردی زنده یا اون ضربه که تو سر تو خورد تو سر گاف خورده بود درجا خوابیده بود ولی عوضش از این به بعد یادت میمونه وقتی بهت میگم سرتو بدوز سرتو بدوزدی ببینم یعنی بابا اینا یه ذرم شک نکردن؟ نه آخه باید به چی شک کنن آخه؟ مسخره ولی جونتون نگرانت شده بودم مهندس هم از اون طرف هی یه ریز چی شد شک کرده بهم فکر کرده ما میخواییم بپیچونیمش منم گفتم یه چند روزی آفتابی نشم بهتره همش فکر میکردم تو بهوش نیای من چه خاکی باید تو سرم بریزم مهندس هم که میشناسی با کسی شوخی نداره نه نمیشناسم مهندس کیه آناصر بعد از تصادف خیلی بامزه شدیم جدی داره میگم نمیشناسم یادم نمیاد بابا دمت گرم به جان خودم تو باید هنرپیشه بشی من دارم اصلا باور هنرپیشه چی مرد حسابی میگم من هیچ چی یادم نمیاد هیچ چی 100 بار
نه تو رو میشناسم نه خودم رو میشناسم، نه مهندس رو نه هیچ کس دیگه، حتی نمیدونم پدر مادر دارم یا نه. بگم یا حالیت شد؟ تنها چیزی که میدونم اینه که من دارم ماشینای دزدی رو قراقی میکنم. این صد بار بازم بگم حالیت شد یا نه؟ بله 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 کاملا فهمیدم، نفهم که نیستم آقا ناصر. چشم، شما یه دفعه چرا ناصر جون اینجوری عصبانی میشی؟ خودتو کنترل کن. پس یعنی الان تو حافظتو از دست دادی؟ ببین من فقط میخوام بگم اگر این یک شوخیه، خیلی شوخیه لوسیه. خب 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 چشم 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 عصبانی نشین آقا ناصر، منم داوودم، عصبانی نشین، آروم باشین. خب حالا کم کم یادت میاد، مهم اینه که الان حالت خوبه. خب بریم من یه معجون بهت بدم بخوری مهمون من، خب هم حالت جا میاد هم واسه حافظت خوبه. بیا آقا ناصر، بیا 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 عزیز من. بعدش هم امانتی های مهندس رو ور میداریم میبریم بهش پس میدیم که شرش کم شه. تو راه من همه چی رو واسه تعریف میکنم. خوبه ها؟ خوبه. کدوم امانتی ها؟ همونه که پیشته دیگه. چی داری میگی مرد حسابی؟ من دارم میگم من یکی چی یادم نمیاد، تو باز میگی همونا کدوما. خیلی بامزه بود. حالا گذشته از شوخی، جان من کجاست؟ چی کجاست مرد حسابی؟ من میگم یادم نمیاد این صد بار. چرا حالیت نیست آخه؟ یعنی تو حافظتو کلن از دست دادی دیگه؟ و آره دیگه. آره؟ حالا چی؟ چی کار داری میکنی؟ فکر کردی میخوای تنهایی ها پولیش میکنی؟ آره چیو؟ حالا من ایچی مهندسم خره؟ آره تا سه میشمارم یا میگی ساب کجاست یا یه گونه تو موقعت خالی میشه. چی کار داری میکنی؟ یک. بابا من ایچی یادم نمیاد. دو. بابا من یادم نمیاد. سه. بدبخ شدیم. چرا؟ واسه اینکه تو حافظت رو از دست دادی. پس بالاخره باورت شد. بدبخ شدیم. پاشو. این چه باید بکشم؟ بابا این اسباب بازیه با هم خریدیم. پاشو لباسه دوز کن بریم پی بدبختیمون. بدبخ شدیم. کجا باید بریم؟ حالا کجا داریم میریم؟ داریم میریم پیش شاپور پنج انگشتی، دوتا گذرنامه جدی واسه همون جور کنه، خودمون رو گم و گور کنیم. واسه چی؟ واسه اینکه مهندس نکشتمون. روشن شو؟ من نمیفهمم آخه چرا اینقدر داری پیچیدش میکنی آخه؟ بابا به جای اینکه با عجله عمل کنیم میریم پیش مهندس، همه چی تو بهش میگیم دیگه. آقا تهش اینه که یه گواهی دکتر میبنه به طرف مهندسه، متوجه میشه بی‌سواد که نیست. تو معلومه مهندس رو از بیخ یادت نمیاد. معلومه که یادم نمیاد. خب این مهندس از اون مهندساش نیست، یه نموره فرق میکنه. حالا هرچ، تهش اینه که میریم پیشش خسارت امانتش رو بهش میدیم دیگه. آره دیگه. بابا دمت گرم، تو اگه وضعت انقدر خوب شده که میتونی 200 میلیون خسارت بدی، 2000 به ما بده حال کنی. 200 میلیون؟ بله 200 میلیون تومان. صبر کن من. هیچکی از این پول به این راحتی ها نمیگذره. تو نفهمیدن تو به هوش اومدی، بعد یه خاکی به سرمون بریزی. خب من نمیدونم این چه امانتیه بوده که 200 میلیون تومان قیمتشه. شیشه؟ سوار شو. شیشه؟ آه از این شیشه ها شیش همون شیشه کت؟ بله همون شیشه که. حالا فهمیدی با چه جور آدم هایی طرفیم؟ سوار شو. تب کن ببینم برای چی باید یه همچین چیزی دست من باشه؟ برای اینکه کارته، شغلت قاچاق مواده. من کارم اینه. ناراحتی نداره که، شغل من هم قاچاق مواده. ولی ببین اصلا ناراحت نیستم یا کن. حالا خوشحالم نیستم ولی ناراحتم نیستم. یعنی من قاچاق چیم؟ من هنوز اینجا دوز بودن درست حسابی هست نه که من قاچاق چیم؟ اوه حالا نمیخواد انقدر گندش کنی. دوز نه قاچاق چیه دیگه؟ قاتل که نیستی. آدم خوبه همیشه نیمه پر لیوانه ببینه. سوار شو. Thank you.
شاپور کجاست؟ اون پرش دارم. بس آقا میمی منم دو تا رو میشم بگین که بریم به هر بدبختی هست بگردیم جنسا رو پیدا کنیم تحویل مهندس بگیم که خیلی خطریه چون نه تو یادت میاد اونا رو کجا گذاشتی نه دیگه اونجا هم بس شما دارم نکنیم بعدشم از اما چه میدونیم شاید کلی پلیس اونجا کمین کرده باشه ها؟ چه میدونیم؟ یه راشم اینه که بزنیم به چک و دیگه هم این برا پیدا مون نشه ها؟ غیر این دورا که دیگه راهی نیم ها؟ آنگیر هم همونی که تو گفتی بریم همه چیز رو واسه مهندس توضیح بدیم باش تعریف کنیم من اینجوری اینطوری ها؟ که غیر از این سرا که دیگه راهی نیم ها؟ آن یه راه دیگه هم هست که بریم کارشون رو بسازیم ها؟ به غیر این چهار راه که دیگه راهی نیم ها؟ آن یه راه پنجم هم هست که بریم لوشون بدیم حتی من آدم فروشی نمی کنم برای تو به حال هم یه راهیه هست حتی بگو چقدر راه شد ولی هر چی فکر میکنم میبینم راه اول از همش بهتره کدوم راه؟ همون دیگه همون بابا انقدر راه تو راه شد داود من از اول قاچاقچی بودم بابا از اول اول که نه همین پارسال که از حبس در اومدیم شروع کردیم حبس؟ من زندونی هم بودم؟ آره دیگه اصلا من اون تو حبس با هم رفیق شدیم چی داری میگی؟ به چه جرمی؟ تو تر جمعوری عرازن و باش گرفتن عرازن؟ آره دیگه مست بازی عربده کشی زورگیری و اینا من زورگیری هم کردم؟ نه خداییش نه خداییش نه تو این یه سالی که داری کار قاچاق میکنی نه ولی چرا چرا یه دو مورد بوده البته خیلی جزئیه ولی نه اون به حساب نمیاد نه نکردی ولی این که چیزی نیست این موردهای دیگه هم بوده که مشتا بیان واقعا نه دیگه اینو شوخی کرد میخواد اگه من با تو شوخی دارم خجالت نمیشه شو شاپوره به جون چطور شاپور جون؟ قربون شما داوود. قربونت برم. خداشو سرپا شدی یا؟ بله. خب، اوامر باشه. دو تا گذرنامه میخوام برای خودم و آقا ناصر. گذرنامه؟ آره دیگه. واسه شما پیش من. حالا دلیلش رو بعداً برات اسم میکنم. نکنه ماجرا به مهندس مربوطه. ها؟ مهندس؟ چرا فکر کردی مهندس؟ حالا چرا یک کاره این وسط مهندس؟ آخه بروزی بر بچه‌هاش اینجا بودن. این کریم ابرو یکی دو تا دیگه از بچه‌هاش. میگفتن آقا ناصر رفته تو کما. خدا رو شکر در اومدی ناصر خان دیگه ها؟ نه خدا رو شکر که یعنی بله کما بود ولی الان که می‌بینی سر و مر و گنده خیلی صحیح و سر حاله. آقا شاپور یه لطفی به من کن یعنی به ما دو تا. اگه برای بچه‌های مهندس دوباره اومدن اینجا شما آقا ناصر رو نهید. ببین داوود جون اگه مهندس به گیرو دار خوردی تا پای منو وسط نکش من صابون مهندس قبلا به تنم خورده بدم کن آبا بایی زدتون شگیر باستا ببینم آبا ناصر خواه میدونی چرا به میگن شاپور پنج انگشتی من قبلا شاپور شیش انگشتی بودم این آقا مهندس دو تا انگشت اضافه منو بولی دار سگش خورد بیا شاپور آه. بیا شاپور جون یه دقیقه بیا شاپور جون ما هیچ گیر و گوری با مهندس نداریم اگر هم بهش نگفتیم ناصر خوب شده فقط واسه اینی که میخواییم یهویی بریم پیشش سورپرایزش کنیم همین آخه بعد خالی میبندی دیگه همینی که هست دوست دارم خالی ببندم خواهید میدونی آقا ناصر میشناسیش که میخوای اینم قاطی کنه جفت گوشاتو ببره بذاره یفت دسته برو برو من نمیدونم چرا هرکی به ما میرسه میخوای یه جای ما رو ببره بابا جون من زیپ دهنمو میکشم کاری به چی ندارم خدافظ یه دقیقه واستان شو بابا ولم کن گذرنامه چی میشه هی گذرنامه میگم من تو کار گذرنامه نیستم دیگه حالی نبند پولشو میدم آقا پولشو میدم به مهندس نمیگم آخه بحث پولش نیست که من دیگه کار گذرنامه انجام نمیدم الان لیسانس فوق دکترا چیزی بخواید در خدمتم پدرو سلام برسون خدافظ شاپور شاپور یه دقیقه واستان آقا جون بدم یه دقیقه واستان میشه بریم این رفت بفروشتم ببین راسته که مهندس انگوششو بریده؟ نه با مهندس این کارا نمی کنه که بیده بچه هاش ببرن
زحمت خوردنش هم سگش میکشه. اینا دیگه چیه؟ عجب زندگی من دارم. کار کنیم اماش تقصیر توه. من چی؟ به من چی؟ نه تقصیر منه. رفیق دارم بچه آبادن خیلی بچه گل ماهیه، اهل کلک ملک و دوز و کلک و خالی بندی و این چیزا هم نیست. تو کار قاچاق آله. قاچاق کلا همونی که شما میفرمایی. من یه ماهی نیست. چی نیست؟ ببخشی جسارت نباشه، یعنی به نظر شما اینجا چیزی تغییر نکرده؟ نه مگه من ماشین همینجا نگه نداشتم؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ مگه جلوی این بنگاه مسکنه نگه نداشتم پیاده شده من ماشین رفتیم اونوری؟ همو اینجا همین یه دونه بنگاه مسکنه؟ بله همین یه دونه هم زیاده برای منطقه. عجب اوضاعی شده. اه 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 اه. تو روز روشن جلو چشت ماشین تو میدوزن؟ یعنی چی؟ از زمین و زمونم که داره واسمون میباره. خب آروم باش، بریم کلانتری گزارش بدیم. چیه گزارش بدیم؟ مگه نمیگی ماشینو دزدیدن؟ آره اما خودم هم تازه دیشب دزدیده بودم. شیف شد تو؟ نصف شبو ما از این مرامو نداریم تو روز روشن دستگیری کنیم. دو به بعد خوراکم دو به بعده. عجب وقیق شدن این دزدا. غلط نکنم کار این جلال قمریه. جلال قمری؟ یه بارم 125 همون کار گرفت، بی وجدان نامرد، اصلا به روی خودشم نیورد. پاش بریم، پاش بریم یه فاز کتکش بزن. کتک چی؟ بشین ببینم، من کسی کتک نمیزنم. معلومه چی داری میگی؟ حافظت از دست دادی، مخت که عیبی نکرده. جناب عالی مثل اینکه شغل کتک زدن مردم ها. خیلی خب، نمیخواد من یاد گذاشتم بندازی. اگه دستم بهت نرسه جلال قمری میگم چطوره منم یه لقب واسه خودم انتخاب بکنم ها؟ چطوره؟ توی محله هر سگ و گربه واسه خودش لقب داره، فقط من ندارم. مثلا داوود 125 خوبه؟ داوود 125 از زایه هست، فردا هزار بگیرم خیلی زایه. مثلا داوود غرقی نه، یا مثلا داوود از خشنگ اینا صدا نداره. من دلم خود یه لقب داشته باشم صدا داشته باشه، یه ویزی زیزی چیزی. مثلا داوود فرنام هزار خریدیم میشه داوود داوود من رفت. های حال میکنم با این صدا. من یه چیزایی یادم میاد جان من. آره آره آره، یه نشونیایی میدونی؟ یعنی ببین یه جایی چی ببین داوود، این کیفی که مواد توش بود یه جوری بنفش بدرنگ نبود. مکرت هم دمت گر، تو که همه چی داره یادت میاد. بذار گوشه لپتو ماشت. من نمیخواد سالا برای چی بنفش؟ ببخشی شرمنده، مشکی تموم کرد و بنفش گرفتیم. حالا چه فرقی میکنه؟ کاشخچی ما رو باش. آخه بنفش بابا کیفه دیگه، مگه میخوای باش بری مهمونی؟ میخوای درش رو واکنی چیز بذاری توش؟ اینا رو ولش کن، مهم اینه که یادت اومد کجا گذاشتیش، این مهمه. نمیدونم فکر کن میذاری؟ فکر کنم من یادم نمیاد. فکر یعنی چرا؟ یعنی اگر هولوشش رو ببینم یادم میاد. تو کرتم بیا ببرمه. آره یه جوری یه جوری یه جایی بود، یه چیزایی داره یادم میاد. فکر کنم آره همین جاها بود. ببین یه اتاق بود با یه پنجره بزرگ. دمت گرم. آره این درخت و این دیوار این رنگ بود. همین جا بود. اینجا بود؟ نه خیر، اینجا بود. بدبخت شدیم رفت پی کارش. بده من دست تو. سلام. سلام. خوشم خوبه. خسته نباشی.
چیزی یادتونه؟ نه همینجا قرار داشتیم. یکی تو یه گفتی یه چیزایی داری یادم میاد. بابا من گفتم یه اتاق بود اینجا هزار تا اتاق داره. هیچی پس بریم گذرنامه اون بجور. ببین من سب کن ببینم سب کن با تو هم میگم سب کن یه دقیقه سب کن کجا داری میری؟ دقیقه دندون رو جگر بذار. ببینم من که تو خودت با من اینجا نبودی. بابا من دم در رو موتور نشسته بودم یادت نیست؟ تو مثل این که یادت رفته من حافظه ندارم. آها یادم نبود. خب البته تقصیر منم بود. آها یه دفعه تو لحظه آخر تصمیمم عوض کردم به تو گفتم تو برو سر معامله. خواستم راوچا دستت بیاد دیگه خیر سرم میخواستم بهت حال بدم. دستا درد نکنه. چیکار کنیم دیگه چیکار کنیم؟ ما هم خراب رفاقتیم. از این اخلاق هم خیلی خوردم هم ولی دیگه خیلی خوب باشه من جبران میکنم. بعدش چی شد؟ بعد نداره دیگه رسیدیم دم در همونجوری که بهت گفتم یهو تصمیمم عوض شد. بهت گفتم تیز برو تو معامله رو جوش بده تیزم برگرد. خب بعد من چیکار کردم؟ همین چی دیگه مثل همیشه گفتی چشم آقا داوود چاکرتم هستم بعد مثل بره سرت انداختی پایین و رفتی. تمرگم اینجا هیچ جایی هم نمیدونم. نه بابا کجا رو دارم برم همینجا هم دیگه. یه حرفی رو میشنوی مثل همیشه میگه چشم بچه جون. چشم همینجا هم. اینجا تابلوه. گم شو برون بر خیام. چشم آقا ناصر چی که تم هستی؟ میخوایی منم باید بیام؟ نه خیلی لازم نکرده. یه وقت نیدی به درده خوردم هم. خود توی بیمغز به چه درد من میخوره؟ بابا تو که مشتری ها رو نمیشناسی. یه وقت دیدی آدم های ناجوری از آب در اومدن اصلاح گذاشتن رو مخه. اخه لازم نکرده. اون وقت نصف حواسم باید پیش اونا باشه نصف حواسم به تو که جن نزنی. خیلی با من بعد حرف میزنی ناراحت شده. ببخش من واقعا منظوری نداشتم معذرت میخوام. یعنی بیا ببند دهنه تو خفه شو. چش و چی شد؟ بریم اون برای خیابون هر مورد مشکوکی هم که دیدی بله فاصله زنگ میزنی. چش بشه دمراتو دیگه. بله شارژم داری دیگه. بابا گاگول که نیستم. اون دفعه بس من گاگول بودم که شارژم تموم شده بود. دورت جون شما بابا چه انقدر سرکوف میزنی؟ من نمیفهمم 200 من جنس رو میزنن تو یک کیف بنفش. ببن نیشو تو میموردی مشکش رو میگرفتی؟ عوضش مشتری ها کلی باهات حال میکنن. خیلی خوب خیلی خوب برو به سلامه آناسه. بیادبیه هفتیر نمیخوان؟ میکنی بذار تو جیبت. چشم این اسباب بازیه به درد ما نمیخوره بچه جون. بله چشم برم. برو به سلامت. برو من اینجام. برو 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 میرم من میره تو برو. چیزی یادتونه؟ ببین گفتی که من تنهایی اومدم تو هتل. آره یادتونه؟ با یه کیف بنفش داره؟ بابا دمت گرم همه چی یادتونه؟ آره؟ بقیهش یادم نمیاد. جناب شکر داری؟ بله بفرمایید. ممنون لطف کردی. دستشو گذاشت من پشت کتکش بزن رفت. یه کتک چی داری میگی زشته؟ من جرأتشو ندارم. طرفی ما خیلی نمیفهمم حتما من آدم پر دل و جراتی بودم که همچین جایی رفتم دیگه. نه نه بابا همچین دل و جراتم هم نمیخواد. من دیگه بابا این آدم ها ممکنه خطرناک باشن و خودت گفتی ممکنه که یه سری بذارن رو سرم. اوه حالا من یه چیزی گفتم اونجورام نیست که عزیز من. وقتی 200 میلیون پول وسطه ممکنه هر اتفاقی بیفته. آدم با دل داشته باشه بره سمتی همچون. نه بابا مثل آب خوردنه. من خودم 10 دفعه رفتم تو جای خطرناکتر از این. چرا اینجوری با من نیومدی؟ خواستم رو پای خودت واستی شدم آدم بد بچه. همیشه که من نیستم اومدیم و فردا افتادم و مردم یا زنگ گرفتم رفتم خارج.
تو باید یاد بگیری چجوری طعم شکم خودتو سیر کنی. همیشه که من نیستم هی بده 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 بده. ناراحت میشم، ناراحت میشم. نکن نکن ناصر جون، ناصر ناراحت میشم. حالا بعدش، بعدش چی شد؟ بعدش؟ ضروری پیش اومده، میتونه من گوشی شما استفاده کنه؟ برو بابا نکبه خودتی. چه کار چه سرم قربان، ما در موقعیت هستیم، چه دستی میفرمایید؟ بابا بریم. قند داریم آمدیم. بله باشو باشو بریم، وگرنه دفعه بعد واسه سرکار باید قلاب بگیریم بیاد بالا. ممنون باتیم. اصلا امکان نداره، یعنی من خودم از اون بالا امکان نداره. بودون بالا طبقه اول، من گفتم پنج و شیش که اینطوری ذوق مرگ شدیم. باشو طبقه اولم بخواد باشو، کار هر کسی نیست. نه اول و دوم کاری نداره. بعدش، بعدش 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 تو من مأمورا رو دیدم یه دفعه صدات کردم ناصر بیا. من چی کردم؟ تو هم مثل همیشه برگشتی گفتی چشم آقا داوود او چی که دستم بریدی پشت موتور، بریدی پشت موتور، گازشو گرفتم این کوچه اون کوچه پس کوچه با مهارت تمام از دست مامور فرار کرد. جنساشو شدم وقت جنسا من چه میدونم، داشتیم فرار میکردیم گفتی یه جای قایمشون کردیم. کجا؟ اگه میدونستم که میرفتم ورشون میداشتم. یه کلام به من بگی آقا داوود جنسا رو فلانجا قایم کردم. آقا داوود آقا من چه میدونستم حافظم رو از دست میدم. خب ببین ببین داوود، اون قسمتی که گفتی با مهارت تمام این برون من دست مأمورا فرار میکرد، ببین چه اتفاقی افتاد که من اینجوری شدم. بلش کن حالا اونیک زیاد مهم نیست. ببین از این حرفایی که من الان بهت گفتم تو یاد چیزی نیفتاد؟ چیزی یادت نیفتاد؟ فکر کن، فکر کن و بگو، فکر کن. نه هیچ. چایی تو بخور حالا، اعصابت خود نکن. اول کجا رفت؟
داشت یادم میمده پریدی وسط. خیلی خوب ببخشی ولی قیافشون خیلی خوب یادمه، حتی میتونم برات دقیق بکشم. جان من باور کن بابا، دمت گرم. ای والا خدایا شکرت، خیال منو راحت کردی. قیافشون به چه درد ما میخوره؟ یعنی چی؟ خب میتونیم شناساییشون بکنیم، بریم ازشون بپرسیم، پیداشون کنیم. اول کجاست؟ کجا پیداشون کنیم؟ تازه پیداشون هم کردیم، بریم چی بپرسیم؟ خیلی خوب بابا، عصبی نشون. خوبه والا. آقا 200 میلیون مواد گم کرده، مال یه رئیس باندیه که به خاطر 50 گرم انگشت آدمو میبره میده سگش بخوره. تازه میگه عصبی نشو. چه خبرته؟ ما عصبی نشو، اینطوری به هیچ کجا نمیرسیم. میگم که این 50 گرم قیمتش چقدر؟ چقدر میشه؟ باقش 500 تومن. 500؟ 500 هزار تومن. چیه؟ بیا بگی برو بالا، بیا منو بخو. آروم باش عصبی. نه آخه یه جوری نگاه میکنه انگار اومدی مجلس خن. خب باشه آقا، من راقبم اینجوری باشم. باشه تمومش کن دیگه. چه انقدر زود عصبانی میشی؟ من معذرت میخوام. خواهش میکنم. بفرم. ببخش معذرت میخوام. خواهش میکنم. بفرمید.